بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه گفتگو و شبکه توحید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که سلامت و تندرست و شاداب باشید. بله، برنامه امروز رو همچنان که از اسمش پیداست، جناب آقای وحید خراسانی، بزرگ مرجع تقلید شیعیان، سخنانی رو ایراد کردن که البته این سخنان خودشون و این افکار منبع تغذیه کلیات نظام هستش و این افکار هم هستش که سبب ستمهای فراوانی بر جامعه اهل ایران و به خصوص جامعه اهل سنت ایران در ابعاد مختلفی به هر حال ترویج و سیستماتیک پیاده میشه. بله، گاه و بیگاهی ما دیدیم در روزنامه ها توهین هایی هم میشه در تریبون های حتارسی و وسایل ارتباط جمعی رژیم، رادیو، تلویزیون، روزنامه هاشون در حال به مقدسات اسلامی توهین میکنند، با وجود اینکه این نظام هم اسمش رو گذاشته جمهوری اسلامی. بله، دیروز پریروز بود که به یکی از اصحاب پیامبر توهین کردن، به ام المؤمنین عایشه توهین کردن در روزنامه دیگه، و حالا همین آقای وحید خراسانی، این بزرگ مرجعشون که با لاریجانی ها هم پیوندی خویشاوندی داره و حتی به افکار فقهی خامنه ای هم ایراد میگیره گاه و بیگاه، به این معنا که دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی و قدرت بزرگی در جامعه تشیع ایران هستش. خب وقتی که او حرفی رو میزنه تأثیر خاص خودش رو داره، مثل شهروند دیگری یا خود آخوند دیگری که به حال در گوش و کنار در جابجایی ایران مثلا صحبت های رو بکنه نیست، مرجع تقلیدی هستش و جایگاه خاص خودش رو داره. بنده سخنانمون رو در مورد وحید خراسانی بعد از اگر عزیزان اتاق فرمان کلیپ شماره یک رو آماده کرده باشن، کلیپ رو ببینید، ببینید چی گفته، بعد انشاءالله موضوع برنامه رو با هم میریم. اگر از این کلیپ شماره یک رو آماده کرده باشن با هم ببینید کلیپ رو. محترمی مجتمد قلب بدن انام وزیفه گرد مسلمانی نقش غبر دند و نفر و بیرون آوردن مافقی از اجداد اونها چون قد بزندم دست در مخصوم هم نفش باگر به حکم اجماع کل این مبلا این هم بنا. بله بله، عزیزان دیدین کلیپ رو که این سخنان وحید خراسانی بود و حالا که او میخواد نقش قبر کنه، اونم نقش قبر کی؟ صدیق امت ابوبکر صدیق و فاروق امت عمر فاروق. خب حالا دیگه اصحاب دیگر رسول خدا باید چه مکانتی در مورد در افکار و در ذهنیت این آقا داشته باشن؟ این آقا صداش بلند شده برای این بدبختیایی که به حال در منطقه درست کردن، این زندگی مسالمت آمیزی که در میان مردمان منطقه که وجود دارد، جدایی از افکارشون، اعتقاداتشون و ملیتشون، زبانشون، جغرافیاشون، خب میخواد نفش قبر بکنه. اینجا کلیات فکری برحال نظام خمینی هستن که از این افکار تغذیه میشه شروع میشه. صداشو بلند کرده وحید خراسانی در این مورد که گویا اونجا در حال غز شده و اون بوتی که درست کردن به اسم امامت، در مقابل این بوت در حال که برای ملت به جای خود، به مردمانی در حال به جای خدا گذاشتن و بعد پرستش بشه و کلیات لا اله الا الله رو منحرف کردن در ذهن مسلمان، صداش بلند شده برای این. وحید خراسانی تو کجا بودی وقتی که همون لاریجانی قومخیش خودت، رهرو راه تو، میلیاردها از پول بیت المال مردم بدبخت و فقیر ایران رو دزدید و به غارت برد؟ تو کجایی از این ذال و صفتانی که در نظام شیعه ناب ابن سبعی به خون مردم تشنه و از خون مردم تغذیه می کنن؟
تو که در حوزه علمیه و حالا به درجه مرجع تحلیلی رسیدی، نمیدونم آیا قرآن خوندی روزی از روزها یا خود نه، و اگر خوندی نمیدونم فهمیدی یا خود نه، چون وقتی که تو بسم الله که میگی، این بسم الله الرحمن الرحیم هم به هر حال وارد مخارج حروف و تلفظ این دو چیزا نمیشیم که در تجویزتون هم اصلا درست نیست، ولی معنا رو خوند فهمیدی یا خود نه. اگر خوندی با هم بریم سوره توبه رو نگاه کنیم، آیه 10 قرآن متعال در این آیه می‌فرماید چین بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان و بعدش رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها. نگاه کن وحید خراسانی، ذلك الفوز العظیم. این میگه خوب این آیه خیلی خیلی واضحه، مثل شماها که نیستین تین و زیتون رو به حسن و حسین ترجمه کنیم. این از واضح شفاف قطعیه. معناش این عزیزان بیننده، کسایی که به هر حال خود رو مسلمان میداره، کسایی که خصوصا کسانی که شماها اسیر رساله های پر از خرافات مراجع تقلید شده اید، این آیه رو با هم نگاه کنیم، برید قرآن هاتون رو باز کنید. اگر به این قرآنی که امروز در دسترس ما مسلمان ها امت محمد صلی الله علیه و آله هست، نه اون قرآنی که با در چاه با امام غائب یا همون امام بشقاب پرندهی غائب شده، بله خداوند متعال میفرماید پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، نه تنها اونها و کسانی که دینیکی و درستی از آنان پیروی کردند، از این پیشگامان نخستین چه کسانی بودند؟ وحید خراسانی. مگر همون ابوبکر صدیق و همون عمر فاروق نبودند؟ خب نتیجه چی میشه؟ اونها و انصار کسایی که در مدینه بودن در حال آغوششون رو برای مهاجرین باز کردن، و کسایی که بینیکی به شیوه احسن از این دو گروه که نمونه عملی اسلام هستن تبعیت میکنن، نتیجه چی میشه؟ خدا از اینا راضیه و اینا هم از خداوند متعال راضی هستن و براشون بهشت آماده کرده، و خود خداوند متعال میفرماید ذلک الفوز العظیم، و این بزرگترین برندگی کامیابی هستش. خب تو کجایی از این آیات خداوند متعال؟ تو که مرجع تقلیدی، تو که باید قرآن رو میفهمیدی، حالا میخوای نفش قبر کنی در مدینه و اون از پیشگامان نخستین از مهاجرین رو. کاش که تو صدات رو بلند میکردی، این جرأت رو داشتی و بنده زینتهای دنیا نبودی. وقتی که ما البته اصلا از شما ها انتظار نداریم که برای دفاع اهل سنت و برای احقاق اهل سنت، حقوق اهل سنت صدایی و حرفی بزنید، نه. کاش که تو وقتی که به مردان شیعه در نظام شیعه ناب ابن سبعی تجاوز جنسی شد، تو کجا بودی؟ داری به اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو میتازی؟ مرجع تقلید که از قرآن بویی نبردی؟ خب با هم بریم جلو در همون سوره توبه بمانیم عزیزان. خدا متعال میفرماید چی؟ وحید خراسانی. خدا کنه که تو هم گوش کنی، به هر حال هرچند گوشات به نظرم به طرف سن و سالت بالا رفته، پایت دری گوره، تو و امثال تو عذری براتون نمونده، تا تونستی دین رو از مردم گرفتی، دنیای مردم رو خراب کردی، جامعه شما نظام شما سقوط کرده. نگاه کن مردم ایران رو هم باش سقوط کرد در ابعاد مختلف. اخلاقیات مردم جامعه رو ببین. بله در برمیگردی به نقطه. در سوره توبه آیه 20 خداوند متعال میفرماید چی؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. خب چی؟ أعظم درجة عند الله و بعدش و أولئك هم الفائزون. خب اینا کی بودن که ایمان آوردن به هجرت کردن؟ عزیزان آیه خیلی شفاف واضحه، لازم نیست برید رساله های پر از خرافات رو باز کنید. کلام الله سبحانه و تعالی واضحه برای کسی که روی سخنان بنده، به کسی که خود را مسلمان می دارد، قرآن خدا رو دوست دارد، پیامبر خدا رو دوست دارد، اهل بیت خدا رو که جز اصحاب پیامبرم بود صلی الله علیه و سلم دوست دارد. برگرد و بخوان این نامه خداوند متعال به تو هستش که در مدت زمان اندکی که بهت به عنوان عمر داده میشه و بعدا در خواهی گشت در حال و در حضور الله متعال خواهی دیستاد، بخوان پیام رو بخوان و بشنو. و بعد میگه چی در آیه 21 همان سوره؟
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. تو کجایی؟ وحید خراسانی. خداوند متعال به این گروه که ابو بکر که صدیق امت، تو چه بخوای؟ به کوری چشم تو و امثال تو و فاروق امت داره بهشون بشارت میده، حالا تو میخوای نقش خد کنی؟ کاش که تو بودی و از ارزنان بدبخت و بیچارهی که تنفروشی میکنن به سبب فقر مالی، کاش که صدایی از تو به این خاطر بلند میشد. تو و امثال تو زال و صفتان که از بیت المال مردم تغذیه می کنید و چیزی به اسم خمس تراشیدید و مردم بدبخت و بیچاره رو استثمار کردید به جای عبودیت الله سبحانه و تعالی که کلید رهایی و آزادی هستش، آنها را بنده خود قرار داده اید که شب و روز جمع بکنند و نان حلال و حرامی که به دست میارن خمسش رو به تو بدن و تو تغذیه کنی و بعد بیای از نفش قبر صحبت کنی. کاش که از این زنان بدبخت و بیچاره صحبت میکردی، کاش که از این گرگ صفتانی صحبت میکردی که از فقر اقتصادی این زنان هم سوء استفاده میکنند. در نظام ابن سبعی کلیات اخلاقی شما سقوط کرده، منتظر سقوط همگانی خود باش. تو مذهبت هم که به درک و به زبالدان تاریخ خواهید رفت. بله با هم میریم جلو. در همان سوره آیه 22 خداوند متعال میفرماید خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. این خالدین فیها برای کی بود؟ برای همون الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، که صدیق امت و فاروق امت در میان آنها هستش. که تو ابن سبعی نخواهی توانست این کتاب خدا را بخوانی و بفهمی و از مردم پنهان نکن، و تو هم که خواندن و نوشتن بلدی دیگر معذور نیستی. به جای کتاب خدا وقت خود رو صرف رساله های پر از خرافات بکنی. بله و در جای دیگر در سوره انفال آیه 74 خداوند متعال میفرماید چی؟ عزیزان نگاه کنید، این کلام خداوند متعال هستش در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله که آیات متعددی وجود داره که لازم نیست به هر حال بخوای ازشون استنباط و استخراج کنی غیر مستقیم گفته باشه. مستقیم، واضح، شفاف شهادت خداوند متعال بر نمونه عملی اسلام که همان اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم و ما میخواهیم دوباره امت با رجوع به محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم به اسلام خودش برگرده که کلید آزادی و عزت و کرامت خواهد بود. بله در این سوره خداوند متعال چه میفرماید؟ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یعنی سبحان الله، لهم مغفرة ورزق کریم. یعنی کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه خدا و کسانی که آغوش باز کردن، پناه دادن که منظور انصار هستش در مدینه، اینا کی هستن؟ تعریفشون میکنه خداوند متعال. خب دیگه نمیخواد من غیر مستقیم استنباط کنم، این ترجمه آیه هستش. اولئک هم المؤمنون حقا، اینان مؤمنان حقیقی هستن، مؤمنان راستینن. در میان اینان و از سرکردگان اینان و از رهبران این گروه مهاجرین ابو بکر و عمرن که از مؤمنین حق و راستین هستن. و توی وحید خراسانی و امثال تو که ملت ایران رو دین و دنیاشون رو خراب کردید، خداوند متعال این گروه رو با صدیق امت و فاروق امت از مؤمنین راستی می داند و تو تقاضای نفش قدر می کنید. عزیزان بیننده، این گواه بر چیزی هستش خیلی خیلی مهم. این بر این ادعا در حال این نه ادعا، این واضح و شفاف این رو میگه که این آقایون اسلام رو تنها ادعا هستش. آنچه رو که اسلام ازش صحبت میکنن چیزی غیر از خود اسلامه، چیزی رو به مردم تحویل دادن، تبلیغ میکنن که مخالف پیام خداوند متعال هستش که ما نمونه این آیات رو در این مورد دیدیم.
کاش ای وحید خراسانی تو به دین گریزی جوانان تشیع که گروه گروه از تشیع و از دین اسلام می گریزن و پشت پا به دین می زنن روزی روزگاری صحبت می کردی، ولی به جای این بدبختی این هم این دین گریزی و پشت پا زدن جوانان تشیع نه اهل سنت. خوشبختانه اهل سنت، جوانان اهل سنت با وجود تمام کیدها و مکرهای شما روز به روز به آغوش دین خودشون بر می گردن. می دانند که عزت و کرامت خود را کجا باید پیدا کنند. بله، به سبب شما و سالهای گذشته رو فریب اسمهای مختلف رو خورده بودند، ولی حالا ولله الحمد دوباره دارند دین پیامبر به دین اسلام در پیام محمد صلی الله علیه و سلم بر می گردن. بله عزیزان بیننده، اگر کلیپ شماره دو رو عزیزان و اتاق فرمان آماده کرده باشن با هم انشاءالله کلیپ رو ببینیم، بعد خدمتتون برمیگردم. اگر کلیپ شماره دو آماده هستش انشاءالله با هم اون رو این هستش که دهه فاطمیه که در واقع در دوره آقای خاتمی شروع شد، ظاهرا این رو شخص آقای خاتمی به درخواست شخص آقای وحید انجام داده بودن، درسته؟ بله. به نظرتون کار هوشمندانه ای بود؟ ما قبل از اون هم که روز شهادت حضرت فاطمه همیشه برای شیعیان محترم بود، اما تعطیل کردنش و اینجور بزرگ داشت ایجاد کردنش و اینها، الان اگر کسی بهش بگن که این مبدعش های خاتمی بوده در واقع جا میخوره. جا بخوره یا نخوره بوده دیگه. شما در جریان این ماجرا بودین؟ در خاطر یعنی بودیم با هم دیگه رفته بودیم منزل آقای وحید، آقای وحید آقای خاتمی رو دستش گرفت، ما همه نشسته بودیم یادی از همراهان آقای خاتمی، دست آقای خاتمی رو گرفت برد توی اتاقی اون ور، بعد که آمدن بیرون دوتایشون چشماشون عشق داشت و اینا رو، و فرداش هم آقای خاتمی مصور برد دولت که تحکیل بود. بله عزیزان بیننده، باز سلام دوباره خدمت شما. خب این کلیپ شما رو برای حقیقتاً انجام گذاشتم، چرا این رو داره به موضوع خودمون تا اندازه رفت داره. شخصیت خاتمی در حال برای جامعه ایران به عنوان یک شخصیت مصلح و شخصیتی که میخواهد در حال همزیستی رو، همزیستی مسالمت آمیز رو در میان شهر و شهروندان مختلف قومیت مختلف مذهب تخلیت کنه در داخل ایران شناخته شده بود، ولی میبینیم همون اینها تنها فقط روحا و یعنی روحای مختلف و شخصیت هایی که ندارن با توجه به نیاز جامعه که در برنامه گذاشتم گفتم، خب به مردم تحویل میدن. این همین آقای خاتمی رفته پیش همین آقای وحید خراسانی به نقل قول از همون آقای افتحیشون که بلبلوار وقتی زندانش کرده بودن بلبلوار صحبت میکرد و از عزت و کرامتی که در زندان بهش بخشیده بودن صحبت میکرد، و بعد دیگه داستان رو همگی حتما کم و بیش یادتونه. این آقای خاتمی اشک در چشاش حلقه زده از این وحید خراسانی. بله اینا میرن خدمت همین در مراجعشون. این نظام از این افکار متعفن، از این افکار ضد اسلامی، از این افکار جامعه برهمزن، از این افکار شیطانی و طاغوتی از اینا تغذیه می کنن. خب رفته هدیه ای رو که همین آقای مصلح داده به جامعه ایران تحویل داد، عمیق‌تر کردن شکاف بین مسلمان ها شیعه و سنی بود. این دهه فاطمیه رو که از هدیه ایشان به خور این آقا، البته از هدیه ایشان به جامعه ایران بود، و این دهه فاطمیه و از وفات فاطمه که به شهادت هم تبدیل شد، خب معلومه این شهادت رو اینا کی منظورشونه؟ منظورشون همون عمر فاروق امته، و اینا هم از علی رضی الله تعالی عنه یک شخصیت بزدل ترسو که حتی قدرت دفاع از ناموس خودش رو نداره ساختن. خب این عزت و کرامتی که در اهل بیت دادید. بله این کلیپ رو گذاشتم که گول اینها رو نخورید، که امروزم صدای طرح آشتی ملی که در برنامه گذاشته بهش اشاره شد و بهش پرداختیم، تنها و تنها
ترس و لرزیه که اینا از سقوط کلی خودشون دارن. در حال میخوان این بار مردم رو دیگه به شیوه دیگه به طریق دیگه دوباره سرگرم کنن، هیجان سیاسی بهش بدن و امیدوارش کنن به آینده و بعد بکشونن در حال صندوق انتخابات و رأی و بعد بگن بله نگاه کنید مردم با ما هستن. بله با هم میریم جلو. اینا از اون در نقش قبلی می کنند در حال و عمر فاروق رو متهم می کنند به قتل فاطمه زهرا و از این برم که از اهل بیت بزدلانی ساختند. در این حال همین بزدلانی که جرأت و قدرت دفاع از ناموس خود رو ندارند، یعنی صفات خدایی رو بهشون دادن، تناقض در تناقض، اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همون تخریب مدرسه محمد صلی الله علیه و سلم، نتیجه همونه که سبب شده جوانان خصوصا در میان جامعه تشیع و کلیات جامعه ایران مردم به دین پشت پا میزنن. خب این مزخرفات رو میشنون، این همه بدبختی رو در ابعاد سیاسی اقتصادی اجتماعی در جامعه ایران دیدن. وحید خراسانی کاش که تو صحبت میکردیم از این همه اعتیادی که در ابعاد مختلف بخصوص در مخدرات در میان جوانان تشیع خودتون پخش شده و معتاد هستن. نبیای از این که از هجوم کنی تو سرتو به کوه اورست داری میزنی، به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم بیای هجوم کنی و بخواید نفش قبر کنی. بعد زمین یادمون نره اینا یک عقیده دارن به عقیده بیت ارجع، یعنی رجوع، از رجوع گرفته شده یعنی بازگشت دوباره. و در این عادتا یعنی کلیاتشو که بگیم اینا میگن خب روزی روزگاری این ما حتی نهای امام مهدیشون یک کمی در حال در جزئیات حرف و بگو مگوهایی رو دارن، ولی خب معتقدن که امام مهدیشون که میاد خلفای راشدین رو از قبر بیرون میاره و بعد کساف بدن تاوان همون بطی رو که ساختن به اسم امامت که اینان غرف کردن از علی رضی الله تعالی عنه بگیرن و کسافش رو بدن. من نمیدونم این مسائل البته که اصلا اینطور نبوده. اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم از این خرافات و از این خزعبلات بدورن. بله این که میگه نفش قبر کنی مثل این که یعنی حوصله‌اش هم سر رفته، خب میخواد قبل از این که البته این خواب رو باید با خودش به جهنم ببره، قبل از این که مهدی بشخواب پرنده ایشون بیاد خودش دست به چنین کاری رو بزنه. خب آخر شما وحید خراسانی منطقه که جنگ مذهبی را انداخته اید، این حرفای شما تنها ریختن بنزین بر آتشه. چه دردی رو از دردهای جامعه دوا میکنه، نه تنها در ایران، در منطقه مردم رو که بدبخت کردید. با آمریکا رفتید عراق، عراق رو دیدیم که خودتون دارید حکومت میکنید با همون شیطان بزرگتون که امروز خواب را ازتون گرفته. چه بلایی سر مردم آوردید؟ هدف از این حرفها و از این عقیده فاسد در کل از اول تا آخر تنها و تنها یه چیزه. ما از که از حکومت اسلامی صحبت میکنیم، از حکومتی صحبت میکنیم که مردمان سیر باشند، مردمانش در اظهار نظر آزاد باشند. بارها و بارها گفته ایم مثل عمر رضی الله تعالی عنه که در شدت نمونه بود، ولی با وجود اون شدتی که داشت وقتی که صحبت میکرد طرف مسلمان خیلی آزادانه میگفت که اگر تو راه رو خطا داری من با شمشیر خودم تو رو سر راه میارم. اصلا ترسی درش نبود، ترسی وجود نداشت، چون این میدانست اطاعت از عمر به عنوان یک ولی امر، یک رئیس جامعه تا حدی باید بره این که عمر خودش از خدا و پیغمبرش اطاعت کنه. ولی وقتی که امر به معصیت کرد، امر به کاری کرد که مخالف به فرمان خدا و فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیگر نباید اطاعت کرد، برعکس باید در مقابلش ایستاد. ما از چنین جامعه صحبت میکنیم که امیرالمؤمنین رئیس جامعه خودش نوعی مثل هم نوعان دیگر باشد، فردی مثل افراد دیگر باشد، بدون هیچ القابی، بدون هیچ امتیازات اقتصادی خصوصی. اینا میخوان این نمونه را تخریب کنن در ذهن شماها و در ذهن مسلمانان. چرا؟ تا اینکه به خیال خام خودشون تا
بتوانند تا میتوانند این اسلام ناب ابن سبعی رو، این اسلام حقیقتا، این فهم یا اعتقاد ناب ابن سبعی رو در جامعه در حال عملی کنن که کردن، و ما ثمرش هم دیدیم، بدبختی های همه جانبه در جامعه ایران. نگاه کنید بعد از این انقلاب، انقلاب مردم ایران که به امید آزادی و استقلال جمهوری راستین اسلامی بود که ایران در حال دوز میدن، استقلال و آزادی خواب شد، اسلام هم خرافاتی شد که تحویل مردم دادن. نگاه کن امروز جامعه رو نسبت به 30 سال قبل فقط بسنج، مقایسه کن. توی که نفس بنده هستی، توی که از نفس پدران ما هستی، خب شما نمیبینید چه بدبختی هایی رو بسر این مردم آوردن. فقط سره رحم رو در میان مردم نگاه کن، ریابازی و سقه در میان مردم نگاه کن، جامعه پر از ریا شده. این نتیجه و ثمره از ثمرات این نظام فاسده. خب چرا این کار رو میکنم؟ چون برمیگردیم با هم انشاءالله، اگر میان برنامه آمده باشه، این میان برنامه خیلی کوتاهی، هرچند که عربی هم متوجه نمیشه، ولی بعدا خودم ترجمه میکنم برات انشاءالله. میان برنامه رو میبینیم خیلی کوتاه هستش. از این از فکر صحبت از فهم اینان و از حقیقتا شعور اینان میکنه. با هم میان برنامه رو ببینیم انشاءالله اگر آماده باشه، بعد برمیگردم خدمتتون. خیلی کوتاه هستش. قال المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني دام ظله، قال بأن وظيفة كل مسلم حاليا نبش قبري أبي بكر وعمر عليهما لعائن الله، وإخراج ما تبقى من جفتيهما من جنب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وأكد المرجع الخراساني في مقطع صوتي يأتي قبيل ذكر استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام، أكد بأن رمزي الطائفة البكرية مدفونين في موضع مغصوب، مستطردا بأن وجوب نبش قبريهما يحظى بإجماع كل الفقهاء. وتأتي هذه التصريحات النارية ضد مقدسات المخالفين ورموزهم بعد عام واحد من تصريحات أخرى للمرجع الخراساني قال فيها بأنه لا معنى للوحدة بين أتباع علي عليه السلام وأتباع أبي بكر وعمر لعنهما الله، وذلك لاستحالة الوحدة بين النور والظلمة. هذا وأصابت التصريحات الأخيرة أتباع التيار البتري بالحيرة والذهول، وهم يرون زعيم حوزة قم المقدسة قد زاد من حدة هجومه ضد رموز ومقدسات المخالفين. ووسط بيئة محفزة للجهر بالبراءة من الطغاة والظلمة من أعداء أهل البيت عليهم السلام، بات واضحا وجليا بأن المرجع الوحيد أصبح عمليا من المنادين إلى تبني منهجية أهل العالم الأول، قاطعا بذلك الطريق أمام تخرصات النظام البتري الخامنئي الذي ينتهج تشويها متعمدا للتشيع النقي، ويطمح إلى ترسيخ النزعة البترية الخبيثة من أجل دعم وتحقيق مصالحه الدنيوية والسياسية. از اجساد آنها چون قد بزندم دست در مخصوبم نفش باگر به حکم اجمار کن این مبلا این هم بنا. بله عزیزان بیننده، با عرض سلام دوباره خدمت شما. مثل این که میان برنامه رو اشتباه گذاشتن عزیزان و عزیزان اتاق فرمان، خوب از این مشکلات در حال رخ میده و ما هم مثل رژیم در حال سرعتای کلانی رو نداریم که بتونیم این سیستم صدا و سیما شد که به راه انداخت خرافات رو به خورد مردم میده، ما بتونیم گوشه ای از حقایق دین اسلام رو در حال با آنچه که خودمون میفهمیم در خدمت شما و افراد و نظرات خودمون رو بگیم. انشاءالله اگر شد این میان برنامه رو آماده بشه به خبر بدن دوستان عزیز اتاق فرمان میگذاریم. ولی خب ترجمهش میکنم از این خدمت نشترم که اینا چند نفر از آفرهای تشیع هستن
سه تا هستن که حقیقتا هم یعنی جایگاه خودشون رو در کشورهای عربی دارن. یکیشون میگه که گوشت خرگوش رو حرام میدونه در حال اینش در حال خب این یه نظر فقهی میتونه در حال انسان حتی خودش رو بذاره در این مورد. ولی آنچه که خیلی خیلی جالبه در این مورد میگه خب ما نصوص خیلی ادله و دلیل های فراوانی رو از اهل بیت داریم، اینا خیلی از اهل بیت سرمایه گذاری میکنن، اهل بیت رو تخریب کردن به تمام معنا. میگه خب چون این خرگوش جز حشراته، خب شما کجا شنیدید یعنی خرگوش جز حشرات باشه؟ خب این فرد نمیتونه هنوز حشره نمیدونم جدا میکنه نمیکنه، این مثل که همه چیز جابجا شده در فکر و خیال این آقا. یکی دیگه که نیا سوره آیه در حال در سوره زیتون تین و زیتون رو که ترجمه میکنه، دیگه منظور از تین حضرت حسین و از زیتون حضرت حسن، یعنی چیزهایی رو که میگن عجیب و خیلی غریبه. بعد یکی دیگه شون هستش که میگه اگر این دیگه خیلی متعصبه، این از جماعت بشار اسد ملعون افلاکی، نمیدونم این دوتا چطور با هم ساختن، ولی این مجرمان با هر کسی میسازن. خب این افلاکی خب در حال شعارشون همون سوسیال دموکراسی بود که در حال این سوسیال دموکراسی هم در حال تخریب کردن این شعار رو، این از کمونیستای غلیظ عرب از میشد افلاک در حال افکارشون گرفته بودن. و بعد دیگه اختلافی شد بین این فکر چپ و نصیریون که هستن حالا اون فرقه از فرقهان شیعه برهان، این تفکیر و چی شدن با هم تفکیر شدن و این آقا هم باشون ساخته. میگه چی؟ میگه اگر من میانه دو چیز در زمین مخیر بشم، اختیار کنم دو چیز رو، یکیشون رو اگر بگن تو در سما در دنیا بمانی و فقط برای حسین گریه کنی یا خود نه بیا برو بهشت، من گریه کردن برای حسین رو انتخاب میکنم. یعنی این همه تعصب، این همه بدبختی. خب حالا دین شما شیعیان عزیز، شما دینتون رو از کسی که خرگوش رو جزء حشرات میدونه، زیتون رو که به امام حسن حسین ترجمه میکنه، دینتون از اینا میدید. از دان پشت فرمان به اتاق گفتن که آماده هستش، با هم ببینیم این رو بعد در میگردم خدمت شما. لحم الارنب، قلت لحم الارنب حرام، والحينم اقول حرام واقولها حتى ينقطع النفس، لحم الارنب حرام. عندنا نصوص عن اهل البيت عليهم السلام تحرم اكل الارنب. الارنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة. قوله تعالى والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون الحسين عليهما السلام. كم 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 بارك الله فيك. انا الان لو اخير اني ابقى في الارض ابكي على الحسين او اروح للجنه، والله ما اريد الجنه، خليني ابكي على الحسين. الاول احمر والثاني احمر والثالثه برضك حمار. بعد سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که به هر حال این ادبیات هم شما رو نترسونه، ولی خب این واقعیت های هستش، اینا نمایندگان مذهب ابن سبع هستن و شما همین 38 سال که بر شما ها حکومت می کنن، خب افکاری که این نظام رو تغذیه می کنه از مغز ترسوده اینا میاد. طرف در صورت در سوره برهاد این که و تینی و زیتون اومده، خب ترجمه شو دیدیم، این خداوند متعال سوگند به انجیر و زیتون صحبت میکنه، سوگند میخوره به این دوتا از مخلوقات خداوند از نیرجان. خب انجیر رو به حسن و زیتون رو به حسین ترجمه میکنه، دیدیم اینا رو. خب کلیات این که وحید خراسانی هم یکی از اینا هستش و دیدیم حرفایی رو که زده در مخالفت تمام با آیات کتاب خدا. البته بعضی از آیات رو ما آوردیم که آیات زیادی هستش در این مورد،
در کلیات در مخالفت تمام، در ضدیت تمام با این آیات هستش. خب اینا میخوام در نهایت فقط یه چیز برسن، اون هم تخریب سیمای اسلام از راه زدن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. بارها این گفته شده و بنده خودم این سخنان رو دوباره کردم. شمایی که بچه دارید، بچه‌تون رو میخواد به مدرسه بفرستید، اگر شما ببینید یه مدرسه ای رو که بهش بهتون بگن، مثلا امروز در جامعه ایران دیگه این متاسفانه جزء چیزای طبیعی شده، در بگن در این مدرسه خب مواد مخدر خیلی به آسانی دست میفته، پیدا میشه، بعدش هم بگن خب کتب درسیشون اصلا به درد نمیخوره، و مهمتر از همه بگن مدیر و معلمینی که در این مدرسه تدریس میکنن به درد نمیخورن، و از همه مهمتر بگن تمام دانش آموزانی رو که در این مدرسه درس خوندن، در نهایت به جای اینکه قبول بشن و با نمره بالا و با معلوماتی از علم بیان بیرون، اینا همگی مردود و رسول و جاهل از مدرسه بیرون اومدن. خب شما بچه تو بیرون بشین مدرسه میترسید؟ اصلا نمیترسید. اگر هم بشه در این محله هم زندگی کنید، خب نقل مکان میکنید، میترسید از آینده فرزنده. خب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته در سوره فتح هم بخونید، اون آیاتی هستش در سوره فتح به نظرم از آیه 26 تا 29 بخونید، در این مورد هستش محمد رسول الله و الذین معه الى آخر آیات. خب اینان که اصحاب محمد رو زدن، خب اصحاب محمد چی کسانی بودن؟ اصحاب محمد همون شاگردان مدرسه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. خب تو وقتی زد صفر میکنی این چنین شخصیت های رو از بزرگانشون ساختی، همگیشون رو مرتد میکنی، خب یعنی مستمره مدرسه محمد صلی الله علیه و سلم صفر. خب این یعنی چی؟ یعنی محمد صلی الله علیه و سلم معلم نبود که به توانستی رو تربیت کنند، این مستقیم اهانت مستقیم به محمد صلی الله علیه و سلم هستش، و مستقیم اهانت هستش به کتاب خدا و به خداوند متعال که چنین شخصیتی رو، سفیری رو برای چنین پیام بزرگی که انسانها رو از تاریکی به نورستان برسونه، خب اهانت مستقیم به اینه، به این یعنی زدن اسلام. غیر از این نمیتوان ازش استنباط استخراج کرد، ولی خداوند متعال شهادت دیگری رو برای این گروه میده، به جز آیاتی که خوندیم، آیاتی که زیاد فراوان هستش. امت محمد صلی الله علیه و سلم، همچنان که در سوره آل عمران اومده آیه 110، نگاه کن قرآن متعال میفرمه چی؟ بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خب این کنتم خیر امت، خداوند متعال توصیف میکنه برامون. خب این نمیدونه ماها باشیم، این باید از اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم باشه، و بعد کسایی که امر به معروف و نهی عن المنکر و به خدا ایمان دارن، این صفاتشونه. این بهترین امت کی هستش؟ کجاست؟ نکند مثل همون امام بشقاب پرندهی نمیدونم در چه هزار و خورده ای سال چطور مونده؟ شاید در مثلث برمودا هم باشه، خدا نمیدونم. طبیعی اطلاع مقال شیرازی فرمودن که بشقاب پرندهی شده. خب کجاست این خیر؟ کجاست این خیر امت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ یه نمونه عملیشو به ما بدید. خب نمونه عملیش همون از فرد رسول الله بود و صادم. در سیاست نگاه کن، اینا ابو صدیق امت و فاروق امت، اینا خود و خدای مردم نکردن. وقتی که سیاست میکردن و حکومت میکردن، اینا خود رو همانند دیگر شهروندان میدانستن، همان حقوقی رو که شهروندان دیگر دارن اینا همان حقوق رو داشتن، هیچ امتیازی رو نداشتن غیر از این، به جز اینکه ولی امر و به این معنا که مسئول هستن، نه مثل خامنه‌ای شما. جرأت دارید شده که به ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه گفتن منافق پسر کافر، منافق به کافر؟ خب تویی که این رو نوشتی، تو که هنوز وضوع تو بلد نیستی،
اصلا گمان نبرم که تو مسلمان باشی. میدونی اینم از فرسی بود؟ ایشون اهل یمن بودن. وقتی که صدای آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر آخر زمان شنیده شد، از یمن تشریف آوردن مکه، مسلمان شدن. از کسایی بودن که به حبشه هم هجرت کردن و بعدا هم به مدینه هجرت کردن. یعنی ایشان دارای دو هجرته. خب شامل این آیاتی که خوندی میشه. تو بهش میگی منافق؟ خب خدای متعال که نگفت منافق، گفت مؤمنون حقا. اینا میخوان این مدرسه رو که ما وقتی صحبت میکنیم تخریب کنن. و در مورد همون ابو موسی بمانیم، البته یکمی چون گفتن بهش منافق، اینا گفتن بهش منافق، این بت پرستان و مرده پرستان عصر، ابن سبعیان عصر، ایشون از معدود افرادی بودن که در زمان که فتوا میدادن، که قضاوت میکردن. و البته در میان سپاه اسلام یکی از سرکردگان بزرگ هم بودن که شهرهای بسیاری رو از آتش پرستان مجوس گرفتن و بعدها مردمان رو وارد دین اسلام کردن، که بعد صفویون اومدن و بعدها تغییر چهره رو دادن در میان مردم ایران و مردم رو تخریب کردن. خب اینا میخوان این حقیقتا چیزی رو که میرسونه تخریب تمام عیار نمونه عملی اسلام است. و تو وقتی که از یک فکر صحبت میکنی، مثلا طرف چپ که بیاد از کمونیسم صحبت کنه، خب یه چیزای خوبی رو احتمال داره که بگه، ولی خب بنده اگر بهش بگم یه نمونه عملی رو بگو میمونه. خب میگم وقتی که بلشویک ها اومدن در نادر انقلاب خودشون تزارها رو رفتن، قیصری ها رو زدن و در روسیه قدیم شوروی قدیم اومدن اونجا، خب لنین خودش بود، هزاران نفر رو کشت، ولی کجا شد این نمونه عملی؟ چی شد؟ رفت، اصلا عملی نشد. استالین هم که همون دست نشان به لنین که اومد بدبخت کرد مردم رو، ولی وقتی که از من مسلمان بپرسن نمونه عملی اسلام رو، جدایی از این که از حکومت های طاغوتی عصر در حال انتخاب بشه که منم انتخاب می کنم، من نمیگم که این نصوص ما تنها در لابلای کتاب خدا مونده، در لابلای در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله، در کتب احادیث مونده. نه، ما نمونه عملیشو داریم در تمام ابعاد. ثابت کرده انسان جاهلی رو که بت پرست بوده، که براش قبیله و تیرش خیلی با ارزش بوده، خداش بوده، به حق و ناحق ازش دفاع کرده، این انسان رو کاری کرده که بتونه با بلال حبشی که برده بوده، رنگی رو نداشته، تا همون طبقه اجتماعی اون نبود، خودش رو هم تراز کنه با اون. ما این نمونه عملی رو داریم. این هم از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بود، خب که با تمسک به کتاب خدا و با تمسک به اون شرحی که اسمش سنت است از کتاب صلی الله علیه و آله، از قول و عمل و تقریر کردن، خب این چنین انسان‌هایی درست شدن. ولی وحید خراسانی که میاد به یکی از کلیپ‌هاش که احتمال داره همگی شنیدید، گیر میده به خامنه‌ای که درها خامنه‌ای میخواد یک آبروهایی رو برای این مسئلهشون درها مثل بی آبروشون جمع کنه، که البته اینم میخواد کرسی خودش رو بیشتر مستحکم کنه. خب این عزاداری‌هاش رو قمزنی داره ایراد میگیره، ولی این میگه این بی سوادات به افا تو عجب سوادی داری، خود این تو مسلمان و مرجع تقلید هم که میدونی ابی زنی مرجع تقلید خرافاته. ما در اسلام چیزی به اسم مرجع تقلید نداریم، ما اهل ذکر داریم. که خدا هم مطامیتا اگر نمیدونستید، فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. این اهل ذکر هم نه لباس بخصوصی رو دارن، نه امتیازات اجتماعی بخصوصی رو دارن، نباید زاد و صفت باشن، نباید به حکام و طاغوت ها باج بدن، بلکه باید هم نوع مردمان باشن و باید دارای همان حقوقی باشن که مردمان و شهروندان دیگه هستن، باید نمونه تقوا و نمونه پرهیزگاری باشن، باید نمونه ایستادگی و مقاومت در برابر ستم طاغوت های مختلف باشن، باید سپر دفاع از دین و امت باشن. اینها هستن اهل ذکر. ذکر هم یکی از نامهای قرآن هستش، نه یه خرافی بدبخت بیچاره که هنوز هم نمیتونه دستور یه آیه رو
تجویدم درست بخونه. بعد میاد از این خود عبلات میگه که تماما و تماما در تعارض با کتاب خدا هستش. جنبندی میکنم سخنانم رو در یکی دو دقیقه انشاءالله. عزیزانم، به جای این رساله های خرافی مراجع برید کتاب خدا رو بخونید. اگر به خدا و پیامبرش ایمان دارید، اگر هم آتیست و خدا ناباوری، خب در این برنامه بنده با تو هیچ سخنی ندارم. وقتی که قرآن رو خوندید، چه شیعه هستی چه سنی، هر که کسی هر چیز میخواد بگه، ولی هر حرفی رو که با کتاب خدا و با سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم سازگار نبود، خب ما اصلا ارزشی برای اون سخن اون اجتهاد قائل نیستیم. حرفی زده شده، اجتهادی شده. ولی در میان جامعه تشیع متاسفانه خدا رو از مردم گرفتن. این خدا یعنی قرآن و سنت صحیح پیامبر فاصله که باش رفته، به جاش خرافاتی رو تزریق میکنن، خدایانی که مراجع هستن که امروز شماها رو استثمار میکنن. بله، به جای این رساله ها به قرآن برگردید و به وحید خراسانی، به امثال وحید خراسانی هم به عنوان یک شهروند مسلمان میگم، این خوابت رو با خودت به جهنم خواهید برد. تو جرأت نزدیک شدن به قبر اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله رو در خواب هم نخواهید داشت. این رؤیای شیطانی خود رو بله با خودت به گور خواهی بود و دنبالت هم لاریجانی های دزد و شفاوتگر که در سیر سایه فرعون بزرگ و شما آل فرعونی ها دارن حکومت می کنند و هستن، با تو اگر توبه نکنند و بر نگردند، بله در خدمت فرعون در دنیای آخرت خواهید بود. به امید رجوع به کتاب و سنت و رعایی از خرافات و استثمارگران و دکاندارانی که به اسم دین دکان باز کردن، همگی شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.